فصل دوم. ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار الهی به نزد شما آمدم، با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم. زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رساندم، تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد نه بر فلسفه انسانی. البته فلسفه و حکمتی است که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم. اما آن حکمتی نیست که متعلق به این جهان و یا حکرانان این جهان باشد، حکرانانی که به سوی نابودی پیش می روند، بلکه حکمت مرموز خدا را که از چشم آدمیان پوشته بود و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می کنیم. هیچ یک از حکرانان این جهان این را نفهمیدند، زیرا اگر فهمیده بودند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که کتاب مقدس میگوید، آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا نموده است. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس همه چیز حتی کنهه نیات الهی را کشف میکند. کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این جهان نیست، بلکه از جانب خداست، تا عطایایی را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا بعقیده اون تعالیم پوچ و بیمنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمیتواند درباره او درست قضاوت نماید. زیرا به قول کتاب مقدس، چه کسی افکار خدا را میداند و کی میتواند چیزی به او بیاموزد؟ به هر حال ما اکنون میتوانیم مثل مسیح فکر کنیم.